دل پیرمرد مثل سیر و سرکه می جوشید. از قبل از ای چشمش به در بود تا پستچی محل زنگ خونه رو بزنه و نامه عمو رو بیاره. از بهمن که آخرین نامه عمو رسیده بود و خبر سلامتیشو داده بود تا حالا که روزای پایانی سال بود خبری از عمو نبود. نه تلفنی، نه نامه‌ای، نه حتی تلگرافی. اگرچه عمو تو آخرین نامش از روزهای سرد و پربرف آذربایجان، از زلزله‌ای که اومده بود و از خطهای خراب تلفن نوشته بود، اما پدر بزرگ دلش آروم و قرار نداشت. پدر بزرگ هر وقت که بیتاب عمو میشد میگفت خراسان کجا و آذربایجان کجا؟ چرا یه کاری نکردین که سربازیش همین دوره ورا بیافته؟ پدر بزرگ میدونست نامه ها تو این زلزله و سوز و سرمایا دست عمو نمیرسه یا اگم برسه خیلی دیر میرسه. با این حال هر چند روز عینک ته استکانیشو میزد و یه نامه بلند بالا مینوشت و میداد دست یکی از ما نوه ها تا پستش کنیم. روزها گذشت. اسفند تموم شد. نوروز اومد و رفت. اما هیچ خبری از عمو نبود. اواخر فروردین بود که ماه روزه رسید. ماه که حلول کرد. رمضان که اومد. پدر بزرگ وضو گرفت و سجادش رو پهن کرد. زیر آسمون سرد و پر ستاره خدا. نمیدونم چند ساعت اونجا نشست. نمیدونم چیا گفت. نمیدونم گریه کرد یا نکرد، اما فردا صلات ظهر آقای قاسمی رئیس اداره پست با یه نامه تو دستش زنگ در خونه پدر بزرگ زد. بعد خنده بود که حیات خونه پدر بزرگو پر کرد.